میران پسرم، یادت میاد بچه بودی همش میخواستی با ما قهوه بخوری؟ دیگه بزرگ شدی پسرم، بیا بیا بریم با هم قهوه بخوریم. حالم خوب نیست مامان اسما، اصلا حالم خوب نیست. یادت میاد وقتی دلم برا مامانم تنگ میشد روزانوز میخوابیدم برام لالایی میخوندی؟ کسی منو نمیفهمه مامان اسما، دیگه فرهادم منو نمیفهمه. پسرم باید خودتو جمع و جور کنی. نمیتونم مامان اسما، فکرم خیلی مشغوله، دلم خیلی شکسته، من کارای خیلی بدی کردم. از اون انتقامی که گرفتی پشیمونی؟ من همه چیو به خاطر مامانم کردم ولی نمیدونم کارم درست بوده یا نه. اینو فقط به مادرم گفتم، الانم به تو. دیگه نمیدونم چی درسته چی غلطه مامان اسما. خزر شد اغلو گفت اگه مادرت زنده بود بهت نمیگفت پسرم. اگه میشنید چی کار کردی حقشو حلالت نمی کرد. مامان اسما، خزر شد اغلو ذهنمو به هم ریخته، حرفای زنمومم تو گوشمه. این قصه یه چیزای کم داره، انگار یه چیزایی بهم نگفتن. تو برزخ موندم مامان اسما، دیگه نمیدونم چی رو باور کنم. فقط از یه چیز مطمئنم، اونم ظلمیه که به ریحان کردم. خیلی پشیمونم، حتی نتونستم 24 ساعت باهاش بمونم تا براش توضیح بدم. پسر خوشگل من، عزیز دلم، از وقتی ریحان اومد و باهاش حرف زدی دیگه هیچی نگفتی، با کسی حرف نمیزنی، با منم نمیخوای حرف بزنی؟ به جز مادر بودن و خواستن این که کاری به صلاحت رو بکنی دیگه چه اشتباهی کردم؟ حقت نیست، حقت نیست قانع باشی پسرم. تو حقته که دوست داشته باشی،
هنوز نمیدونم به کی رفتی، ولی خیلی قلب زیبایی داری. خودتو با قلبی که واسط نمیتپه و منو با داغ فرزند مجازات نکن. صورتتو از من بر نگردو. مادرتو که تنها دردش شمایید، تو آتیش ننداز بذارم، عوض میشه آزاد، همه چی عوض میشه. گاهی به مرور زمان، گاهی فقط با یه انسان، ولی حتما عوض میشه. مطمئنم آدمایی میان سر راهت که هم در شأن خودتن هم در شأن آیندت. چی شد خانم؟ آزاد چطوره؟ حرف میزنه؟ نه جهان، نه، نه یه کلمه حرف میزنه، نه یه لقمه غذا میخوره. بچه پسرمو زنده به گور کرده، نه تنها به این حال روز انداختنش، بهش تهمتم زدن، اونم بشنوه دیگه نابود میشه. نمیدونم این وضعیت چقدر دیگه میخواد ادامه پیدا کنه، ولی خیلی میترسم. این سکوت آزاد نشونه خوبی نیست جهان. خندان، چند روز اشکت بر نیمده، پس دیگه قربونت برم، خودتو نابود نکن. یه دردی که توی قلب مادرانه ی تو بیفته تو قلب من هزار برابر میشه. تو برا بچت میسوزی، من هم واسه اون هم واسه تو میسوزم. التماست میکنم که دیگه گریه نکن خندان. اینا رامش قبل طوفانه. آزادو چطوری از این حال و روز درش بیاریم؟ چی کار کنیم؟ چطوری از پسرمون محافظت کنیم؟ من محافظت میکنم، من به عنوان یه پدر من باید این دردمونو درمون کنم براتون خانو. دیواری که باید بهش تکیه کنی منم. تاوان این عشقه که از چشای قشنگت واسه فرزند ریختی و ازشون پس میگیرم. این روزا عوض میشن، این وضعیت مجبور عوض بشه، من عوضش میکنم. اون آدمایی که میترسیم به بچه‌مون آسیب بزنن و توی وضعیتی میذارم که حتی به جای اینکه به فکر آسیب زدن به آزاد باشن، به فکر جون خودشون بیفتن. نه ترس، مثل اونا دنبال خون ریختن و تهمت زدن نیستم. قلبشون هدف میگیرم خندان، که اونم با ارزش در این جاشونه. جهان چی میگی؟ هم میخوای به قلب عزیز اصلان به ضربه بزنی، هم پسرمونو زنده نگه داری؟ میخوای چی کار کنی؟ نوه عزیز اصلان به یلیف اصلان به یا عروس شادقلوها میکنم. تو متوجه چی میگی جهان؟ چطوری این کارو میکنی؟ Thank you.
ریحان پاشو. ملکه من ببینم تو اینجا چی کار میکنی. برات خبر آوردم. چه خبری؟ آقا میران جلوی در منتظرته، اگه تو نری اون میاد تو رو ببره. چی؟ اینجوری گفت، اینها اینجاست. ریحان انگار تو حالا نرفتی ها. یال خواهر ببین کله صبحی پا شده تا دم در اومده ببیندت. نمیشه ملکه، الان همه توجهشون به من گیر میفتم. یه چیزی بهش بگو از اینجا بره. ریحان خودت که میدونی آقا میران دیوونه است. تو نرو، اون وقت میبینی 5 دقیقه دیگه همین جایی که من وایستادم آقا میران وایستاده. یا نه اصلا، ناز نکن، مجبوری، باید بری. پاشو دختر پاشو، یالا زود بپوش. داری چی کار میکنی؟ دارم بدلکاری میکنم برای مواجهه با خطرات احتمالی. چرا اومدی؟ فکر کردی ولت میکنم؟ فکر کردی چون اونجوری رفتی ازت دست میکشم؟ دست بکش. تا امروز هر بلایی سرم اومده به خاطر تصمیمایی که جای من گرفته شده. از این به بعد دیگه اجازه نمیدم کسی جای من تصمیم بگیره، حتی تو. میذاشتم تو تصمیم بگیری. بیا بریم. چی کار میکنی؟ باز میخوای منو بدزدی؟ نه، این دفعه نمیدزدمت. به خواست خدا میبرمت، برات میگردونم، قول میدم. وایسا. این چیه؟ میران چی کار میکنی؟ وایسا میران، یه چیزی بگو. وای میرا، میران بگو دیگه کجا میری؟ دخترم خوبی؟ چرا این موقع صبح پا شدی؟ ببینم چیزی میخوای؟ آره مامان، میخوام خوشبخت بشم، میخوام قولی که بهم دادن عملی بشه. میرانو میخوام. آقا بلند. آقای وکیل چی شده اول صبحی؟ عزیز اسلام بی باز بهت دستور داده کجا بری عدالت رو برقرار کنی؟ من برای گنال خانم اومدم. آقا میران درخواست طلاق از ایشون رو دادن، لطفاً این برگه ها رو امضا کنی. چی داری میگی؟ یعنی چی طلاق خواسته؟ یعنی چی برگه رو امضا کن؟ کی باید امضاشون کنم؟ هر وقت خواستین.
تا امضا کردین بقیه کاراشو انجام میدم. تو چی داری میگی؟ باشه آقا بلند، خیلی ممنونم. من بعد از اینکه خوندم و بررسیش کردم بهتون خبر میدم. روز بخیر. تو چت شده گنول؟ اصلا حواست هست چی داری میگی؟ اجازه نمیدم عمرن اگه بذارم شما دوتا طلاق بگیرید. تموم میشه. من نه، اونا جدا میشن. گل مامانی زود باش بیا، ببین همینجوری که خواسته بودی زیتون آوردم برات. باز افتاده رو لج، میگه فقط زیتون میخوام. اون بخوره؟ من دبه دبه براش زیتون درست میکنم. خب قد زیتونایی که تو درست میکنی خوشمزه نمیشه، ولی باز درست میکنم. آبجی میدونی که اخلاق شبیه خواهرشه. این دختر کجا مونده؟ ملکه برو ببین جایی قایم نشده باشه. میدونی که خونه به این بزرگی و تا نگردیم پیداش نمیشه. من به خاطرش پاشدم نون گرم کردم. ببین بوی محشری میاد. وای بوش میاد. تازه شیشه شیرش هم اینجاست. اون بدون این جایی دوری نمیتونه بره. یعنی دلم حتی برگرد. وای خدا راست میگه. والا کشت مرده ی همه تونم. درامی که تو این عمارت را افتاده تو فیلمای ترک قدیمی هم نیست، ولی شما هر جوری اسباب خندتون رو فراهم میکنی. آفری. معلومه که میخندی زهرا، من تیک پاره هم بشم چیزی نمیشه، ولی تو یه گوشه دوتا عشق میریزی و اون دختر متبهر تو میاری تو این خونه. خدا میدونه حتما باز شما تو فکر عروسی و اینا هستین. بیا دوتا یه هنوبندون خوب بگیریم. تهش باز دخترت میپره رو اسبشو میذاره میره. هرچی باشه خونوادگی عادت کردیم هنوب مالیم به خودمون. خندان. مامان مامان آبجیم تو خونه نیست. یعنی چی نیست؟ دیگه کشت مرده ی همه تونم. نه معلومه دخترت هیجان دوست داره. خندان. خیر باشه. چرا میسه طلبکارا در میزنن؟ خدای خودت به خیر بگذر. بهت نگفتم با تو توی امارت نمیذاری؟ ما سر صبح اومدی چه زهری بریز یا بری؟ یک هفته ناسو. چی داره میگی عزیزه؟ فقط یک هفته دیگه. واسه اینکه پا تو توی این امارت بذاری باید ازم اجازه بگیری. من مثل تو نیستم. با کسی که میاد دم در خونم اینجوری ناشی و بد برخورد نمی کنم. با اون زبونت که خیر ازش شنیده نمیشه چی میخوای بگی؟ مهلتی که بهت دادم تموم شد ناسو. در قبال بدهیایی که نتونستی بدی، خونه‌ای که بیشتر از چشات دوستش داشتی،
از طرف عزیز اسلام بی ضبط میشه. گفته بودم که هرچی رو داری ازت میگیرم. این امارت هم همه چیز توه. دیگه اون روز همین امروزه ناسو. داغون شدن خون وادت کافی نبود. نابودی فامیل تو، ناموست کافی نبود. خون زندگی تو ازت گرفت. تو چی کار کردی عزیزه؟ هرچی گفتم همون کارو کردم، نه کمتر نه بیشتر. پس حالا برای اینکه وسایلتون رو جمع کنین یه هفته وقت دارین. عمارتمو خالی کنین. بعد هر کاری خواستین بکنین. با مصیبتتون برین و از اصلان به یا فاصله بگیرین. درست همینجا بهت گفته بودم ناسو. گفته بودم میبینی کی از مدیات، بدونی که پشت سرشون. نگاه کنه میره. چه شما باز کنم؟ نه، الان نمیشه. خب ما کجا میریم که نمیرسیم آخه؟ چیزی نمونده، یکم صبر کن. من دیگه بازش میکنم. نمیشه، صبر کن. رسیدیم. کجایی؟
گفته بودی میتونی اینجا رو جوری درست کنی که انگار اصلا نسوخته؟ یادته؟ به خاطر تو زمانو برگردوندم به اون روز صبح. چیزی وجود نداره که میران واسه ریحان انجام نده. میرانی که رو هوا تاب درست کرد میتونه زمانو هم برگردونه عقب. تو بخوای میتونم برات زمانم متوقف کنم. یه جای قصه ناقصه. همون جایی که بهش تعلق داره. بیا. میخوای در رو باز کنی؟ نه تو باز کن. به روش میران. یاران پارش کرد، همون که تو خریدی. خیلی دلم میخواست این لباس عروس رو تو تنت ببینم. سیل باشتان باشتما گرک بازن، ها
ریحان، داستان من و تو درست همینجا تموم شد. بذار درست همینجا از اول شروع بشه. اگه اجازه بدی من میتونم این داستان رو پاک کنم و از اول بنویسم. ریحان زن من میشی. با من ازدواج میکنی؟ با من ازدواج میکنی؟